اجزای داخلی پمپ وکیوم چیه و برای نگهداری بهتر چه اطلاعاتی لازمه که بدونیم؟ سلام دوستان، من رایان هستم و اینجا کانال AC اقراری. اول از همه ازت میخوام دکمه لایک و سابسکرایب فراموش نکنید، اولین نفر باشید که از ویدیو ما دیدن میکنید و همچنین این ویدیو رو شیر بدید به دوستان تو تابلو تنظیم اطلاعات استفاده بکنم. خب دوستان، من به طور هفتگی ویدیو درباره سیستم های سرماشی و گرماشی قرار میدم و امروز میخوام درباره پمپ وکیوم براتون اطلاعاتی رو توضیح بدم. خب اینجا همونطور مشاهده میکنید یک پمپ وکیوم داریم که در واقع با ظرفیت بالای این پمپ حالا میتونه برای سیستم صنعتی هم استفاده بشه و میخوام بریم ببینیم که این ساختمان داخلش چیه و بر چه اساسی کار میکنه. پس من دوربین رو میارم جلو تا با این دستگاه بیشتر آشنا بشیم. همونطور که مشاهده میکنید در این قسمت دو تا سره برنجی وجود داره که این قسمت ها، این مغزه‌ای که وجود داره برای سایز بالا و پایینه که مخصوص دستگاه صنعتی که میخوای استفاده بکنی. این سره برای دستگاه حج بالا، مداره حج بالا. این قسمت برای حج پایینه که حالا گاز 22400 برای اسپلیت و دایکت اسپلیت استفاده میشه با سره در واقع 38. اما دوستان، چیزی که میخوایم اینجا با هم دیگه بررسی بکنیم که ببینیم اصلا ساختمان داخلیش چیه و اینکه چطور تو نگهداریش ما باید یه سری مطالب رو بدونیم. اول از همه از قسمت روغن شروع میکنم چون موضوع بسیار مهمیه. ببینید، این طبق گفته شرکت خود ولیو گفته که از خط متوسط یه پله پایین تر باشه، یعنی بین خط متوسط و خط پایینیش باشه تا بخواد بهترین حالت عملکرد برای پمپ وجود داشته باشه. حالا سوال اساسی اینه که چرا این میزان روغن بیشتر شده. من اینو خالی نکردم تا شما بخواید ببینید که داستان چی بوده. موقعی که دستگاهی از قبل نصب بوده سر یک مدار لوله کشی و اینکه بعداً شما میرید دستگاهی میخواد نصب بکنید، حتی اسپلیت نو هم باشه، قبل از اینکه بخواد گازو شارژ بکنید در مدار ممکنه روغن وجود داشته بوده باشه و شما وقتی وکیومو نصب میکنید این روغن رو در خودش ساکشن میکنه و میاره تو خودش ذخیره میکنه. پس مهمه که اینو بررسی بکنید و حتما میزانش رو به حد نرمال برسونید. البته موقعی که قاطی شده میزان رنگ روغن خیلی عوض بشه، این تغییرات وجود بیاد، حتما باید روغن رو خالی بکنید که اینجا باید اتفاق بیفته، خالی بشه و روغن جدید دوباره شارژ بشه. به طور مرتب اگر حتی اتفاق ندید در هر دوره تابستون اگر هم این رو تعویض بکنید بهتره، 3 ماه الی 6 ماه حد اکثر. این قسمت هم که بخار خارج میشه به خاطر اینکه وکیوم وقتی انجام میشه بخار خارج میکنه، بخار در واقع مداری که داره خارج میشه و اگر این رو دیدید یعنی سلامت سوپاپ ها. در این قسمت، قسمت سوپاپه و سیلندر وجود داره، این قسمت الکتروموتور و این قسمت هم پروانه فنه که حتما دقت داشته باشید سالم باشه، چون اگر کار نکنه الکتروموتور آسیب میبینه. خب من هم یک استارت خواهم زد. این صدای وکیوم شده. اما در این قسمت میخوایم ما بررسی بکنیم که علائم اولیه خرابی میتونه چی باشه. خب من البته این رو زیاد به این حالت نگه نمیدارم. ببینید دوستان، در این قسمت یه خازن وجود داره. اولین چیز، برید به سراغ خازن. اگر دیدید دستگاه اون ساکشن سابق رو نداره یا اینکه اون قدرت رو نداره الکتروفن، برید اولین الکتروموتور و فنش، برید به سراغ خازن. میتونه اولین چیز خازن باشه، حالا بعد هم میتونه سنسور بیمیتالش هم باشه و موارد جزئی تر. پس خازن میتونه اولین چیزی باشه که میخواد خرابی درش به وجود بیاد. پس دوستان، مواردی که مهمه اینه که وکیوم بتونه به عدد 29 اینچی جیوه روی گیج برسونه، یعنی به این قسمت منفی حرکت میکنه، بتونه به این عدد برسونه، اینها همه نشانه سلامت دستگاهه. و اینکه به طور دوره‌ای، خب دیگه ظاهر که دست خودتون رو تمیز کاریش، اما این قضیه روغن بسیار 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 مهمه، چون اگر این رو رعایت نکنید باعث میشه که سیلندرها آسیب ببینه و از حالت وکیوم خودش بیفته. و یه مورد خیلی مهم، موقعی که شما وکیوم کردید حتما شیرگیج رو ببندید به خاطر اینکه اینها حالا نمیتونن به اون حالت شکل بشون، جلوی نشت هوا رو بگیرن و باعث میشه که هوا دوباره برگرده به سیستم. پس حتما بعد اینکه وکیوم خاموش کردید، قبل اینکه باشه که بهتر، من حتی میگم بعضی بعد هم متاسفانه این کار رو میکنم، این رو ببندید. حالا زیاد تاثیر نداره، اینو ببندید
ولی روغن حتما به میزان نرمال، البته تو دیتا شیت دفترچه‌شون توضیح دادن نرمال. اگر هم خواستید تخلیه بکنید پیش تخلیه در اینجا، حالا تو دستگاه بالا، تو دستگاه پایین‌تر نداره که از اینجا میتونید تخلیه بکنید که دستگاهتون سایزش پایینه. و این قسمت هم که برای شارژ. خب دوستان، اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما اون رو لایک بکنید و همچنین برای دوستانتون بفرستید تا بتونن از این اطلاعات استفاده بکنن. همچنین سوالاتی که دارید رو در قسمت پایین برامون کامنت بکنید و اینکه چه محتوا و ویدیوهای دوست دارید تا ما براتون بیشتر در اون زمینه اطلاعات بدیم. خب همچنین ازتون میخوام دکمه لایک، سابسکرایب و زنگوله یادتون نره تا اولین نفر باشه که از ویدیو ما دیدن میکنید. و امیدوارم مطالبی که خدمتتون گفته شما توجهتون قرار گرفته باشه. یا حق